عزیز باشیم. جناب رستمی عزیز، درود فراوان بر شما. به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. من یک تنظیم کوچکی فقط باید یک لحظه انجام بدم، بعد الان همه چی درست شد. بسیار آقای رستمی، به روی خط بسیار خوش آمدید. قربان. سلام آقای بسم، درود میفرستم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. در خدمتتون باشم. قربان شما، سپاسگزارم. اگر اجازه بدید مستقیما بریم سراغ سوال جواب ها، بعد اگه وقتی اضافه اومد من یه سوال دارم که اون بعد بتونم ازتون بپرسم، اگه اشکالی نداره. حتما. خواهش من، مثل که امروز ارتباط اینترنتیمون یه ذره مثل اینکه چیز هستش، همچین یه ذره مشکل شاید پیدا بکنیم. اگه پیدا نکردیم که فول مراد، اگه پیدا کردیم میگم که یک بار قطع وصل بکنیم و دوباره به هم دیگه وصل بشیم. شنونده عزیز ما، شما مایلین روی خط با آقای رستمی صحبت کنید؟ ببخشید من نمیدونستم آقای رستمی. بله من اشتباهی تماس گرفتم. خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. قربان شما، خواهش میکنم. آقای رستمی دوستی چه 5 سال پیش مشکلی با یکی از ادارات بیمه پیدا میکنن که اداره بیمه در اون موقع مدعی میشه که تو میخواستی سر ما رو کلا بذاری. بعد به ایشون وکیل میگیرن و با هم دیگه نجیل میکنن و 5 سال از این جریان گذشته و حالا تازه اداره بیمه برایشون نامه نوشته که ما میخواییم که قضیه رو بفرستیم به دادگاه و نمیم اینجوری و اینجوری و اینا. و حال سوال ایشون این بودش که چون وکیل ایشون گفته که بعد 5 سال چیز هستش، این پرونده بسته میشه، ایشون سوال کردن آیا این درسته که بعد 5 سال پرونده بسته میشه یا این اداره بیمه تا هر موقعی که بخواد میتونه که این کارو ادامه بده؟ فشنگ کاستن دیگه منظوری نه 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 فشکینگ بلاگ هستش ایشون گفتن. اون بلاگ که اگر شرکت خصوصی هستن، اگر دعوای مالی یا هر چیزی حتما مالی دیگه دارن، خب اونها ارگان دولتی که تلقی نمیشه. بنابراین اگر مبلغی رو درخواست داده باشه بیمه و اون رو بخواد طلب بکنه، خب اون در واقع پرسکریپشنز تیب نداره. تنها چیزی که میتونه وجود داشته باشه پرسکریپشنز تیب داره، ولی خب اون 5 سال نیست، احتمالاً 10 سال خواهد بود. و اینکه اینها در از این 5 سال گذشته هم دیگه با هم دیگه در تماس بودن و مکاتبه انجام گرفتن، اینها به هر حال به نظر نمیرسه که این پرسکریپشنز تیب در واقع شروع شده باشه اصلا. تصور من اینه، حالا نمیدونم جزئیات چیه، ولی اگر در اینها اگر بیمه با این فرد در تماس بوده باشه و درخواست رو اعلام کرده باشه، اینا در واقع این پرسکریپشنز تیب هم اصلا شروع نشده. یعنی در اینجوری میشه، یعنی اون اگر دوران 5 سالی که صحبتش میشه اون مال ارگانهای دولتی سیسکات ورکت مسئله مالیاتیه، نه در مورد دعوای مالی با یک شرکت خصوص، در واقع شرکتی بیمه خصوصی. اوکی. بسیار عالی. اجازه بدید مثل این که 2398 بفهمید با جناب رستمی بر روی خط هستیم؟ با من هستیم 100%. بله بفهمید. بله سلام، خسته نباشید. قربان شما، مرسی جانم. من موردی که برم پیش اومده، من در حال جدا شدن هستم، بعد الان افتاده به تنکتیت چون همسر بنده بکرافت نکردن و این آگوست به طور اوتومات این طلاق ما صادر میشه. نه سال شما به طور اوتومات 6 ماه به تنکتیت شما از کی شروع شده؟ از فوریه من تقاضای طلاق دادم، بعد فکر میکنم از مارس از مارس به تنکتیز چیز شده، ولی من میدونم آگوست، آخر آگوست دودن دیگه اوتومات میشه، یعنی صادر میشه. ولی الان در همین حین من رفت به سایه آپارتمان ما داریم ما رفت معامله بکنیم که در واقع همون 15% ما اومدیم که به سلام از سهم من پرداخت بشه، که بعد یولی مونادم که ما توی اوایل یولی هم بایستی بقیه پول پرداخت بشه که بعد به سلام آپارتمان به اسم بشه. بعد همسر بنده قبل از که همون روز که رفتیم مکلاره، ایشون گفتن که من به مکلاره گفتم که ما نصف به نصف باشه، یعنی 50% اسم ایشون باشه 50% به اسم من باشه. شما مگه درخواست طلب ندادید؟ چرا
خب الان بعد با هم دیگه میخوایم بریم تازه آپارتمان هم خریداری بکنیم؟ نه جدا، یعنی منو شوپاویت کردن دیگه، ایشون توی خونه که اصلا زندگی میکنن، با هم کمرنس کردم که اینقدر به من بدم، با همین پول من برم آپارتمان بخرم. اوکی. بله، بعد اینجوری شد که ایشون گفتن من نه 50-50 باشه. من گفتم چرا؟ به هر صورت این باید اسم من باشه، از سهم منه. گفتن چون یه 5-6 هفته بعدش من به اسم شما میکنم، به خاطر اینکه ما هنوز یولی ما هنوز زن و شوهر هستیم، من چرا برم به اسم تو میکنم 100%؟ که البته سر مایه به اخلاق پیدا شد، ولی به هر صورت من چون خونه آپارتمان شما درست توضیح نمیدین، نمیفهمم شما میخواین خونه بخرید با هم دیگه، یا اینکه خونه ای که دارید میخواین بفروشید؟ اینکه به اسم شما بکنم به اون بکنم یعنی چی؟ اون خونه ای که داریم که ویلا هستش اینو نمیفروشن، ایشون میمونن اونجا، بعد من از اونجا فلیت داد میکنم. ایشون منو شوپاوت کردن با پولی که نقدی که دارن، منو شوپاوت کردن در واقع که اون خونه تو اون خونه زندگی بکنم، من برم یه آپارتمانی بخرم با اون پول. خب الان من فن یه آپارتمان بخرید، یعنی تا شخص تو به تنهایی؟ بله، ولی ایشون گفتم رفتیم پیش مکلاری که 15% پولو بدیم که به صلاح امضا کنیم، ایشون گفتن که نصفش مال من نصفش مال تو، ولی تا زمان این، ولی زمانی که میخوایم بعد تو یولی موناد که میریم بقیه پولو بدیم بازم به اسم 50-50 باشه، ولی من میام تو آگوستی سهم خودم رو میدم به تو دیگه، یعنی در واقع اون موقع. حالا سوالتون چیه دقیقا؟ تا الان سوال من اینه، سوال من اینه، من از اینشون خواستم، گفتم که به هر صورت اگه تو این کار میکنی بیایم یه دونه برگه رو شما بنویس که به کرفتا بکن و دو نفرم زیرش امضا کنن که شما این کار رو خواهید کرد، چون من گفتم شاید به اسم بشه و اینا دیگه، من نمیتونم ادعا بکنم که ایشون 100% و من میخوام آپارتمان مال من باشه، زیرش رو امضا کنن یه برگه بنویسن که بدین واسه من دکرستا میکنم که این آپارتمان 100% به اسم این اکس من بشه توی آگوست که ما اصلا که زن و شوهر نیستیم. من حالا این سوالمه، اگر ایشون این کار نکردن، چون لفظی میگم گفتن اگر این کار نکردن و ما اینو نوشتیم، این برگو ایشون نوشتن و بعد دو نفرم امضا کردن، اگر ایشون نکردن من میتونم اینو تو دادگاه ببرم وکیل بگیرم و بر علیه ایشون که بتونم اون صد اینو سهمم ازش بگیرم؟ یعنی منظورم که این برگه یلا میکنه؟ بله. قبل از اینکه من یه توضیحات بدم، فقط اینو متوجه نمیشم که همسر شما در اون خونه مشترکی تا به حال داشت شیر باقی میخواد زندگی کنه و خونه رو 100% به اسم خودش بکنه و سهم شما رو به شما پرداخت، درسته؟ بله. و الان تو خودت میخوای یه آپارتمان بخری، چرا دیگه ایشون رو قاطی میکنی؟ ایشون همسر ایشون آقای رستمی گفتن من با این پولی که میخوام بابت آپارتمان بدم الان باید 50-50 باشه تا زمانی که ما طلاقمون صادر بشه، بعد میام میکنمش به اسم شما. بله. نه این کار درست نیست، نه روش مناسب و درستی نیست. شما هر کار دلتون خواست انجام میدید، ولی خب این روش مناسبش نیست. بعدن دوباره بشینید. ببخشید من اینو میخوام بگم، به هر صورت این کار انجام میدم، من نمیتونم ایشون راضی کنم، ولی من میخوام ببینم که اگر بیان بنویسن و دو نفر زیرش امضا کنن، اگر نکنن این کارو، چون لفظی گفتم میکنم، من که نمیتونم ایشون اعتماد کنم، ولی اگر اینو بنویسن و زیرش امضا بکنن که من خواهم کرد تو ماه آگوست این کارو، اگر نکنه آیا من این برگر رو میتونم برم تو دادگاه برایش استفاده کنم، یا میگن نه یلا نمیکنن؟ میتونم برم وکیل بگیرم؟ بله. اجازه بدید آقای رستمی. ببین کاری که شما انجام میدین که با هم دیگه، البته چون ببینید این قضیه این گونه است که شما درخواست طلاق که میدید، وقتی که گویا تو درخواست طلاق دادی و درخواست به ایشون هم ابلاغ شده، بنابراین از تاریخی که در واقع درخواست طلب تنکتیب شروع میشه، یعنی ببخشید درخواست طلاق به دادگاه میرسه، تا اون تاریخ اموال شما در واقع شامل تقسیم اموال خواهد شد. بعد از اون هر چی که تهیه میکنید، کسب میکنید، اموال انحصاری هر کدوم از شما خواهد بود، یعنی اون دیگه با شما تقسیم نمیشه، یعنی با هم دیگه تقسیم قرار نیست اون رو بکنید.
اون موقع برای خود تو یه مشکل درست میکنید. یعنی در واقع شما با هم یه شریکی آپارتمانی رو میخرید و دیگه رفتی به زن و شوهر بودن نداره. این یه انگار که دو نفر با هم یه شریکی ملک ایرا یا آپارتمان رو خریداری میکنن. یعنی قضیه اینگونه میشه. بنابراین این بر شما کار درستی نیست. یعنی شما در یه خونه زندگی کنید، نصفش مال شما نیست. یعنی در واقع مفهومش این خواهد بود. قضیه اینجوری است که بله، بعد به تنکتید شما میتونید که تقسیم پروسی تقسیم اموال شروع کنید و قاعدتاً این گونه استش که اگر افراد با هم دیگه به توافق برسن، این توافق رو به صورت کتبی میتونین که با هم دیگه به توافق برسید این رو امضا بکنید. یعنی چون که هنوز طلاق صادر نشده، این بودنس آفتال قرارداد تقسیم اموال نمیشه تنظیم کرد، ولی یه فر آفتال به قول معروف میشه تنظیم کرد. و در اون فر آفتال شما به توافق میرسید که ایشون به شما یه مبلغی رو پرداخت بکنه. حالا تو این کار رو میتونید انجام بدید و ایشون میتونه این پول رو به شما واریز بکنه بر اساس این توافقی که الان میکنید. بعد شما خودتون مستقلن برید یه آپارتمان تهیه بکنید، دیگه مالکیتش به ایشون نباشه. و بعد از اینکه حکم طلاق صادر شد، اون قرارداد اولیه که داشتید، فر آفتال که داشتید، اون رو دوباره تکرار میکنید و به سهم بودنس آفتال تنظیم میشه که این روش درستشه. اگر الان اون کاری رو که ایشون مد نظرش رو انجام بدید، به این مفهوم هستش که شما به این آپارتمانی که الان میخرید اموال هر کدوم از شما هست و با هم دیگه قرار نیست تقسیم بشه این، و ایشون اگر بعدن این مالکیت آپارتمان رو به شما واگذار نکنه، شما هیچ گونه اجباری نمیتونید داشته باشید که ایشون حتما اون نصف اون آپارتمان رو به شما واگذار. آقای رستمی یه سوال، اگه الان این آقا یک نامه یک کاغذی رو بنویسه، یک آفتالی با ایشون بنویسه که من از مثلا اول آگوست یا مثلا اول سپتامبر این خونه رو به اسم شما میکنم، بعد شاهدم باشه، امضا کنم، آیا این قدرت اجرایی داره اصلا یه همچین چیزی، یا ایشون میتونه بزنه زیرش؟ خب آفتال اصطلاحا هم بهش گفته میشه که بله میتونه این کار بکنید، ولی خب من نمیفهمم که چرا باید مالکیتش مشترک باشه در حال حاضر در خرید این آپارتمان. خدا منم نمیدونم، ولی ایشون هم میگن خب من نمیخوام این کار بکنم تا زمان که طلاق صادر بشه، تمام بشه بره. در فاصلش هم همه 6 هفته است یا 7 هفته. بنابراین شما یه فر آفتال میتونید تنظیم بکنید که بر اساس اون فر آفتال توافقی که میکنید رو ایشون این مبلغی رو که لازم توافق میشه به شما پرداخت بکنه. بعد از حکم طلاق این توافق رو نهایی میکنید. در واقع روش درستش اینه. خب ببینید شما این راجع به پول، چون ببینید یه چیزی دیگه هم اینجا درسته که شما میتونید توافق بکنید که بعد از حکم طلاق ایشون مالکیت اون آپارتمان رو به شما واگذار بکنه، ولی اگر نکنه، نخواد بکنه، اون موقع شما مشکل، یعنی مشکل خواهد شد، مشکل ایجاد خواهد شد. من هم همین دارم میگم، اگر ایشون دستخط بنویسم من میتونم اینو بعداً بر علیهشون در دادگاه استفاده کنم؟ اگه این کارو نکرده، من سوالم اینه. اگه ببینید وقتی که این شما با توافق می‌رسید که اموالتون تقسیم بشه و یه مبلغی بگیم 1 میلیون 2 میلیون کرونا ایشون قراره به شما پرداخت بکنه، برای چی بعداً میاد آپارتمان می‌خرید که ایشون هم سهم باشه تو اون؟ خب اینو من دیگه نمی‌دونم، ولی من اصلا شوکه شدم واقعیتش. ولی مثلا شما باید سوال بکنید که چرا اینجوری شما این پولی که می‌فرمایید ایشون، ما توی یولی باید اینو به اون صابخونه بدیم که اون بتونیم بخریم و قراردادشو بنویسه. اون موقع هم ایشون دیگه پول دیگه وسط نمونه که بخواد. نه دیگه، بعد ایشون میگه ولی اون موقع من این پولو به این شرط میدم که نصف آپارتمان به اسم من باشه تو این 6 هفته آیندهش. یعنی ما بقیه پولی که یولی مناد میخوایم بریم بدیم و دوباره یعنی آخرین قرارداد بنویسیم، اونجا هستش که ایشون میگن باید به اسم هر دومون باشه، من بعدن که طلاق صادر شد به اسم تو میکنم. اینش یه ذره عجیبه. اون 50% که ایشون قراره سهم داشته باشه در خرید آپارتمان،
اون همون مبلغی که ایشون قراره به شما باید پرداخت بکنه است، معادل همونه؟ بله، معادل نصفش آقای رستم. بله، معادل همون مبلغی که الان شما توافق دارید که به اصطلاح بگیم به عنوان مثال ایشون 2 میلیون کرون به شما قراره پرداخت بکنه، درسته؟ بله. حالا شما میرید یه آپارتمان رو میخرید به عنوان مثال 4 میلیون، نه دیگه همون 2 میلیونه، 2 میلیون نه آقای رستمی، همون 2 میلیونه، 2 میلیون 200 هزار کنش هم من خودم خواهد. همون 2 میلیونه، ولی ایشون میگه من این 2 میلیون مال شماست، بهت هم میدم، الان هم آپارتمان رو میخوای بخری ولی نصفش الان باید به اسم من باشه، تا موقعی که طلاق صادر شد بعد من نصف رو میکنم به اسم. خب دلیل این کارش چیه؟ اونو شما نمیتونی متوجه بشید؟ شما اگر فقط تنها دلیلی که ما هنوز زن و شوهریم، من بعدم به اسمت میکنم، برای همینه من یه مقدار این سری همین کارا رو کردن میخواین تو جداشین. خدا میفهمم. در صورت ببینید در به نظر من کار اشتباهیه و ایشون ببخشید به نظر من کار اشتباهی ایشون این مبلغی که شما توافق میکنید در اصطلاح بهش گفته میشه فر آف تال رو تنظیم میکنید و بر اساس اون فر آف تال این مبلغ رو ایشون به شما پرداخت میکنه، شما دیگه بعدا با اون هر کاری خواستید خودتون به تنهایی انجام میدید، بعد از اینکه حکم طلاق صادر شد همون توافق رو نهایی میکنید. بله ببخشید من فقط اینو کوتاه بگم، فقط یک کلمه به من بگید که آیا اگر ایشون دستخط بنویسن من میتونم بعد اینو در دادگاه استفاده کنم یا نه، که برم وکیل بگیرم بگم نه ایشون اینجا نوشتن میخواستن آگوست مثلا سپتامبر ایشون اگر بعدن قبول نکنه، چون این قرار این دستخطی هم که شما میگید معلوم نیست که اونجا چگونه تنظیم بشه، این چیزی که شما میگید ایشون این میتونه ایراددار باشه، یعنی که بعدن ایشون این توافق رو قبول نکنه و شما نمیتونید مجبور بکنید که ایشون رو که این رو با شما واگذار بکنه، اون موقع باید پروسه تقسیم اموال شروع بشه، یه بود نصف رهدار تعیین بشه، بعدن به اختلاف اگه خوردید بعد کار به دادگاه میشه، حداقل یک بازی زمانی 2 ساله در بر خواهد داشت که شما میتونید حکم بگیرید و شما مجبور کنید که اینا رو به شما واگذار کنید، یعنی حتی زیرش هم امضا کنه نمیشه دیگه. اگه امضا نکنه که قرارداد نیست که. وقتی امضا کرد ایشون دارن میگن میتونی یه پروسه 2 ساله طول بکشه تا شما. ببین شما میگی شما چیزی که میگی اگه فر آف تال باشه تقسیم اموال به طور کلی صورت بگیره و محتوای اون قرارداد همون چیزی که من مد نظرم باشه ایرادی نداره. منتها بعد از اینکه حکم طلاق صادر شد اگر ایشون این کار رو باز با رضایت خودش انجام نده، اون موقع شما باید حکم دادگاه بگیرید و برای گرفتن اون حکم دادگاه یک زمان حداقل 2 ساله میتونه در بر داشته باشه. بله خیلی ممنون، من جوابم گرفتم. خواهش میکنم، سپاسگزارم. بهتره که این قراردادی که الان با توافقی که الان با هم دیگه میکنید رو با هم انجام بدید، منتها تکلیف این قرارداد باشه فر آف تال استانبش کرد میشه اون باشه که و ایشون دیگه نیازی نیست که مالک اون آپارتمان هم باشه، ایشون میتونه همه مبلغ رو به شما پرداخت بکنه به شما بده، بعد شما خودتون برید با هر کاری دلتون خواست با اون مبلغ انجام بدید و بعد از حکم طلاق هم قرارداد نهایی رو تنظیم کنید. بله بسیار عالی. 98 از چند سن این به صرف شماست، به سود شماست. 23 ببخشید 98 از 43 بفرمایید بر روی خط هستید. هزار درود به شما. خواهش میکنم بفرمایید. من حدود 6 ماه پیش آپارتمانم این بروخت شد، دزدی شد ازش و دزد از طریق بالکن اومده بود تو و در بالکن کلن شکسته و خورد کرده بود و بیمه خساراتی که باید پرداخت میکرد پرداخت کرد به من و تنها چیزی که باقی موند در بالکن بودش که بیمه گفت به ما این به ما هیچ ربطی نداره و فورنینگ شما که فاساد و دور و اینا رو چیز داره، یعنی مسئولیت چه داره، اون باید بید عوض بکنه. فورنینگ هم اومد یکی فرستاد کارشناس گفت آره باید عوض بشه، تعویض نمیتونه بشه، خودشون گفتن باید عوض بشه. از 6 ماه پیش تا الان من هفته‌ای 2 بار 1 بار زنگ میزنم، رئیسشون هی میگه، رئیس فورنینگ که با من صحبت کرد میگه آره من فرستادم الان میاد، یه دقیقه واسه گوشی، یه دقیقه میگه گوشی، یه دقیقه همان و من میرم سر کار تا هفته آینده. من الان موندم میخوام برم مسافرت، اگر خونه من دوباره این بروت بشه از نظر حقوقی من چیکار میتونم بکنم؟
یا از کلن این یا مسئول کیه؟ مسئول کیه؟ آنسوار کیه؟ بله مسئول خودت هستید. برای این که شما که نمیتونی صبر کنید که انجمن بخواد حالا هر موقع دلش خواست میدید این کار انجام بده و بعدا هم اتفاق افتاد، مسئولیتش با خودتونه. ولی که رفتی بنابراین شما اون موقع مسئولیت نمیتونید گفته یا انجمن بندازید. به هر حال باید با هم دیگه توافق برسید و من در این زمینه متاسفانه وارد نیستم، تخصص ندارم، ولی به نظر میاد که شما گفتین چند مدتی که اتفاق افتاده و اونا قول میدن که در شش ماه مثلا هزینه پرداخت کنن. شش ماه دوست قربان درست شش ماهه؟ بله قربان بله بله شش ماه آقای رئیس. ما خب به هر حال یه اقدامی باید انجام بدید، نمیشه اینطوری. ولی من متاسفانه آره در این زمینه تخصصش ندارم و نمیدونم که چگونه میشه این کار رو انجام داد. به نظر میرسه که اونا مسئولیت رو قبول کردن که فقط این مسئله عملیه که کی اینا انجام بدن. یکی که دوستام صحبت کردم اون برای همین رئیس من ام اس ام اس فرستادم، هم برای فورنینگ نامه فرستادم که به لیست داشته باشم. گفتم مگر شما نمیتونید، چون میگفتن مسئله کرونا 6 ماه پیش و کارمند کمه، اگه شما نمیتونید من میتونم با شرکت خصوصی تماس بگیرم بعد فاکتورش رو برای شما بفرستم. نه 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 ما میفرستیم. میدونید من زمستون خیلی برام سخت بود اما الان دیگه واقعا نمیتونم وایسم که اینا بیان درست کنم. من سمستر رو گرفتم و من با بیمه تماس گرفتم، بیمه گفت ما رفتی نداره، هر چی شد شد دیگه، باید اونا آنسوارش باشن، مسئولش اوناست. من اگه برم باخه شما که نمیتونید خونتون رو ول کنید به امان خدا که بخون معروف بعد به مراسمش بنز گردن بقیه، ولی اینو حلش کنید. به هر حال اینطوری نمیشه، این کار زیاد طول نمیکشه. ولی به هر حال دقیقاً من نمیدونم که آیا شما اگر این هزینه بکنید و ببین یه مسئله دیگه هم هست که اینا باید کیفیتش، رنگش، فرمش، مدلش مثل بقیه باشه و این رو احتمالاً انجمن با شرکت خاصی قرارداد داره که این کاراشو انجام بده. بنابراین بهتره که اونا انجام بدن تا اینکه خودتون انجام بدید بعد بعدن هم نارضایتی به وجود بیاد، مجبور کنن شما دوباره اینو عوض بکنید یا حسنشو ندن و اینا. خب زیاد خوب نیست. درسته. حالا اگر من از مسافرت برگشتم و دوباره ایمبروز شده بود خونه من، آقای رستمی گفتن متاسفانه میگن نمیدونن. پس بیشتر از این وقت برنامه قربان شما، مرسی ازم، سفر خوش بگذره. قربان شما، خدا نگهدار. آقای رستمی دوستی نوشتن تشکر کردن از شما. بنده برای اقامت کاری بیشتر از 4 سال در یک مکان کار کردم و درخواست اقامت دائم را 6 ماه پیش ارسال نمودم. در صورتی که بخوام تحصیل کنم آیا میتوانم مرخصی تحصیلی از کارم بگیرم و مثلا 50% کار کنم یا همچنان حقوق ماهانه من تا زمان ارسال پاسخ از طرف اداره مهاجرت باید به حد نصاب برسه؟ با سپاس. بله، اون در واقع شما تا اقامت دائم رو کسب نکرده باشید کار رو باید داشته باشید، درآمد رو باید داشته باشید. حالا صحبت بر سر اینه که چقدر درآمد داشته باشید. اگر 50% کاری شما معادل یعنی اون نرمی باشه که اداره مهاجرت تعیین می‌کنه، حالا من نمی‌دونم شما تنها هستی، خانواده داری، چند نفرید، چون الان در واقع از پارسال شرط امرار معاش گذاشته شده، یعنی فرد باید علاوه بر خودش اعضای خانواده‌اش هم، یعنی درآمدش تا اندازه‌ای باشه که خودش اعضای خانواده‌تون امرار معاش بکنن. اگر 50% شما کفاف میده این مسائل رو که به نظر نمیشه مشکلی باشه، ولی اگر ساعتی کاریتون با این بیارید و درآمدتون طبیعتاً پایین بیاد و بعداً این درآمد کافی نباشه، اون اگر اداره مهاجرت مدارکی بخواد از شما این مشکل ساز میتونه باشه. بسیار عالی. اگر کسی در فرانسه شرکتی به ثبت برسونه میتونه در سوئد فعالیت کنه و اقامت 1 ساله‌ای که از فرانسه گرفته رو در سوئد تمدید کنه؟ چی شد؟ اون اقامت در فرانسه اعتبار داره و در سوئد هیچ اعتباری نداره، چون فقط میتونه با مسافرت به سوئد بیاد و اگر بخواد در سوئد اقامت بگیره باید یه درخواستی به اداره مهاجرت بفرسته که اون بررسی بشه و بر اساس اون درخواست اقامت کسب بکنه. ولی اقامت در فرانسه در اینجا اعتباری به اون صورت، یعنی با اون در واقع بگیم که اون اقامت در سوئد به اون صورت اجازه کار و زندگی رو به شما در سوئد نمیده. بله مرسی. 2398 بفرمایید بر روی خط هستی شما. سلام، خسته نباشید. قربان شما، بفرمایید عزیزم.
ما یکی از اقواممون ویزا گرفته داریم میاد اینجا برای 3 ماه، بعد توی این ریسورش برای یک دفعه مرفوده که میتونه یه دفعه تعرض کنه. اگه بخواد بیاد این به منظور اینه که یک دفعه در داخل منطقه شنگن میتونه تعرض کنه. یعنی ما بخواد ایشون بیاد اینجا ما بخواییم بریم دهستان یا اسپانیا مشکلی که نداریم. آقای رستمی نه خیلی عزیز، یعنی فقط آقای رستمی اگه از محدوده شنگن خارج بشن دیگه نمیتونن برگردن، درسته؟ آره، اگه یک بار اجازه ورود خروج داشته باشن و ویزای شنگنه اون موقع در داخل شنگن میشه مسافرت کرد، ولی خارج از شنگن خارجی دوباره نمیتونه با اون ویزا برگرد. بسیار عالی قربان، جواب گرفتین؟ سپاسگزارم، موفق باشید. 9843 بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، درود. خواهش میکنم، درود بر شما. با آقای رستمی عزیز هستیم، بفرمایید. بله آقای رستمی، درود عزیزم. من یه سوال دارم. من یه آپارتمان اجاره دادم حدود 1 ماه قبل، یه قراردادی هم بین خودمون نوشتیم ولی با فرنین صحبت کردم، بعد فرنینگ هم یه قرارداد فرستاده که ما امضا کنیم ولی ایشون امضا نمیکنه و اجاره 1 ماه رو فقط پرداخت کرده. به مدت 3 ماه هم فقط این قرارداد رو نوشتیم و دیگه اجاره نمیده. الان هم متوجه شدم، یعنی دیروز من تازه متوجه شدم که ایشون اخراجی بوده، کرونا پوستنی بوده و چند تا هم پرونده تو دادگاه داره. سوال من الان اینه که من اگه پلیس عملش کنم کاری مثلا میشه انجام داد؟ پلیس کاری انجام میده یا اینکه چه راه حلی در کل وجود داره؟ ممکن چیکار بکنین نفهمیدم. میتونم پلیس عملش کنم؟ پلیس میتونه کاری کنه؟ نه پلیس کار رفتیم پلیس نداره. شما یک آپارتمان خودتون رو دست دوم اجاره دادید، حتی از فرینینگ هم اجازه نگرفتید برای این کار قبل از اینکه اجارش بدید به نظر میرسه. بعد حالا ایشون هم قبول نمیکنه، کرایش هم نمیده، این ریسکش با شماست، کاملا 100% با شماست. شما میتونید درخواست بدین که ایشون رو از اون خونه بره، منتها تا بیاد این دادگاه اینو بررسی بکنه اینا یه چند ماه طول میکشه و ایشون هم که در سوئد نه اقامت داره نه در احتمالاً دارایی داره، بنابراین شما با از طریق پلیس نمیتونید ایشونو با مجبور بکنید که از اونجا بره بیرون، بلکه از طریق دادگاه. پروسه دادگاهی هم چند ماه طول میکشه، بنابراین این ریسکش با خودتون. ایشون خودش موافقه که بعد 2 ماه دیگه بره یا نه؟ همینو میخوام بگم، ایشون خودش هم میگه که شما قول دادیم به من که 2 ساله به من دادیم و من اصلا همچین قولی ندادم. یعنی اومد به من گفت که من جا ندارم 7-8 روزه ولی اقامت داره، به من گفته که اخراجیه که من اقامت داره. آره شما گفتین اخراجیه، بعد میگین اقامت درسته ولی دادگاه حکم اخراج داده بوده ولی اقامت داشته. مثلا شما خونتون رو به یه نفری دادین که نه وضعیت اقامتیشون رو میدونین نه وضعیت مالیشون میدونستین، قبل از اینکه اجاره بدین از کرونوفوگدن و اینا هم سوال نگردین. حالا در ولی اینجوری که آقای رستمی گفتن این کیس پلیسی نیست و شما باید از دادگاه تقاضا بکنین که ایشونو بندازن بیرون. اوکی مرسی. آقای رستمی یه سوال حالا می وسط تا شما رو خطین، اگه این خانوم برن در خونه رو باز کنن، قفل خونه رو عوض بکنن، وسایل ایشونو بذارن پشت در، آیا این خانم کار خلافی انجام دادن؟ بله. بله اوکی، بسیار عالی، مرسی، متشکرم، خواهش میکنم، قربان شما، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام، روز بخیر. قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم. من به من یه وکیل میگنم که با شرکت بیمه به مشکل برخوردم. متاسفانه الان ما سوال جواب از آقای رستمی داریم و اینکه دوباره شما وکیلی رو بخواهیم، ایشون بارها گفتن نه ما مسائل بیمه رو متاسفانه نمیتونن. سپاسگزارم. دوستی نوشتن که این قانون اقامت کاری که از اول ماه جدید گذاشتند آیا تصویب شده که اقامت کاری 9 ماهه میشه؟ یعنی 2 تا 9 ماه اقامت میدن بعدش آدم میتونه درخواست پاسپورت سوئدی بکنه؟
همچین چیزی وجود نداره آقای سادی. چه جالب، بعد دو تا نه ماه ویزای نه ماه ویزای کاریابی در واقع برای افراد تحصیل کرده داده خواهد شد که بیان سوئد و اگه تونستن کاری پیدا بکنند بمونند و درخواست اقامت کاری بکنند، و یا اگه در اون مدت تونستن شرکت تأسیس کنند و بتونن بر اساس تأسیس شرکت درخواست اقامت بکنند. ولی ربطی به اقامت دائم و سیتیزن شدن و اینا نداره، درسته؟ نه. اجازه بدید 2398 بفرمایید بر روی خط هستید. درود به شما آقای. خواهش می‌کنم بفرمایید. عزیز آقای رستمی عزیز، یه سوال داشتم. تقریبا دو هفته پیش آقای رستمی راجع به یکی از دوستان که سوال کرده بودن، کسایی که ازدواجی میانی بر بعد از 2 سال برای گرفتن اقامت دائم باید کار پیدا کنن، آقای رستمی گفتن جستجو میکنن و جواب کاملشون میدن. نمیدونم گفتن تو برنامه قبلی یا من متوجه نشدم. اجازه بدیم از آقای رستمی بپرسم. در مورد افرادی که در مورد افراد ولی که اقامت بر اساس ازدواج میگیرن، اینا هم در اون برنامه هم گفتن که با فردی که مقیم سوئد کاتگوری اقامتش مهمه. اینا کاتگوری های مختلفی دارن. حالا شما اگه یکیشو به ما بگی که کدومش مد نظرتون، خیلی خوب به اون میتونم اشاره بکنم. فردی که مقیم سوئد کاتگوری در کدوم کاتگوری قرار میگیره از نظر اقامت؟ درسته، مثلا من خودم هستم که پاسپورت خب سوئدی هم دارم، چندین سال اینجا اقامت دارم، کار دارم. شما تابعیت سوئد دارید، بنابراین سوئدی هستید. فردی که با شما ازدواج میکنه 2 سال اول اقامت موقت دریافت خواهد کرد. اون موقع در واقع شما هستید که باید شرط امرار معاش داشته باشید، درآمد داشته باشید، مسکن مناسب داشته باشید. و وقتی که ایشون 2 سالش پر میشه، 2 تا مسئله به وجود میاد. یکی این که از پارسال افرادی که اقامت دائم میخوان کسب بکنند حتما باید 3 سال با اقامت در سوئد زندگی کرده باشن. 1-2 خودشون از طریق استخدام شدن در یک شرکت ایبه یا تأسیس شرکت امرار معاش بکنند. اینجا قبلا این گونه بود که 2 سال که اقامت داشت، بعد از 2 سال خب درخواست اقامت دائم کرد و خب این مثلا دیگه اقامت موقتی دیگه صادر نمیشد. ولی الان با این در واقع 2 شرطی که وجود داره، عملا این گونه میشه که فردی که اقامت موقت میگیره بعد از 2 سال درخواست تمدید اقامت میکنه، یک اقامت 2 سالی دیگه نیست کسب میکنه، چون اقامت 13 ماهه به همچین فردی داده نمیشه. چرا؟ هیچ پایه و قانون و چیزی وجود نداره. این روشی که اداره مهاجرت در پیش گرفته و چون این قانون جدیدی، هنوز شرط و حد و حدودش زیاد مشخص نیست، ولی اونگونه که اداره مهاجرت عمل میکنه به همچین فردی یه اقامت 2 سالی دیگه داده میشه و بعد از اینکه این دوران 2 سال 4 سال طی شد، این فرد میتونه درخواست اقامت دائم بکنه، منتها اون موقع باید حتما خودش کار داشته باشه، درآمد داشته باشه از طریق کار و یا سرمایه بذاره. بله خیلی ممنون از توضیحات کاملتون، مرسی. مرسی ازم، قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. ما یه مقداری از نظر اینترنتی با شما مشکل داریم، صدا قطع و وصل میشه، به همین دلیل هستش ممکنه که یه ذره چیز باشه. دوستی نوشتن من اقامت کاری دارم و کارفرمام رو عوض کردم و درخواست جدید فرستادم، حدود 1 سالی است که درخواست فرستادم، الان حقوقم از طرف کارفرما افزایش پیدا کرده، باید این رو به اداره مهاجرت اعلام کنم؟ نیازی نیست. اگر در این تصاعد حقوقی در همین حالت عادی داشته باشه که همه افرادی کار میکنن برای 1% تصاعد حقوقی پیدا میکنن، اگه در این حد باشه که نه، ولی اگه شرایط کاری خیلی تغییر کرده باشه، بله میشه در واقع احتمالا اداره مهاجرت مدارک تکمیلی خواهند خواست که در اونجا میشه که این مدارک تکمیلی رو ارائه کنه. بسیار عالی، وقت کم داریم ولی من یک اسمس طولانی دارم. دوستی نوشتن سلام جناب رستمی، بنده اقامت کاری تشریف آوردم و الان حدود 2 سال و 6 ماه هست که میگذره از اقامت کاری من، ولی هنوز جوابی از اداره مهاجرت نیومده. برای تمدید 2 سال دوم اقامت من، سال اول 100% بودم و الان 50% برام کاری داره سکت رد میکنه. سوال من از شما این است که الان میتونم جای دیگه ای 100% مشغول بشم؟ صبح تا ظهر رو در جایی که اقامت کاری اومدم، اصها 50% رو هم
کار کنم یا خیر؟ از نظر قانونی اقامت من به مشکل بر نمیخوره؟ البته کاری که قرار هست 100% باز مشغول بشم مرتبط با اتحادیه رستوران ها و هتل هاست. ممنون میشم راهنمایی کنید. افراد از جزئیاتش سر در نیاوردم، یعنی زیاد خوب توضیح داده نشده، ولی اینطوری که متوجه میشم فردی که اقامت کاری میگیره 2 سال اول در یک شغل و در یک شرکت اجازه کار داره. حالا ایشون شرکتشون حالا نفهمیدم که قبل از اینکه این دوران 2 ساله به اتمام برسه تغییر داده و یا اینکه در عرض نه دو سال دوم شده 50%. اگر سوال برسره نه، ایشون در 2 سال دوم که البته هم جوابی نگرفته، 2 سال اقامت کاری 2 سال دوم مشروط به فقط در واقع اجازه فرد اجازه کار در یک شغلی رو کسب میکنه، میتونه به این مفهومی که ایشون میتونه شرکتشو هر چند بار که دلش خواست تغییر بده، ولی در همون شغل فقط باید کار کنه و وقتی هم که کار میکنه فقط اجازه داره که نزد یک کارفرما کار بکنه. اینجوری نباشه که 50% در یک شرکت 50% در یک شرکت دیگه، این اجازه رو نداره چون متأسفانه. پس یعنی در واقعیتش الان که برای ایشون 50% رد کرده، ریدان کارو خراب کرده، درسته؟ اگر اشکالی نداره که 50% در حد امرار معاش باشه، یعنی بالاتر از 13,000 کرون باشه، یعنی حداقل 13,000 کرون باشه، اشکالی نداره، ولی منطقه دیگه اجازه نداره 50% دیگر رو جای دیگه کار بکنه. اوکی، بسیار عالی. با درود، امکانش هست آقای رستمی کمی در مورد شرایط اقامت کاری که دولت سوئد میخواد پیدا کنه توضیح بدن و شامل چه قوانین و قانون و قوانینی میشه؟ با تشکر. فکر کنم در مورد همین چیزو باشه. قانون تغییر و اینو در برنامه‌های قبلی من در این مورد توضیحاتی دادم و الان وقت نمی‌کنیم به جزئیاتش اشاره کنم. حاضر احتمالاً ان شاء الله در یه برنامه دیگه یا آرشیو برنامه‌های شما رو میتونن با نام نیما رستمی و تاریخ روز یا در سایت همسفر رادیو نقطه اسی میتونن دنبال کنن. جناب رستمی عزیز، دوستی نوشتن همسر من ازدواجی اومده و اقامت 2 ساله گرفته. سن ایشون 62 سال است. آیا برای گرفتن اقامت دائم باید کار پیدا کنه؟ 62 سالشه. بنابراین اگر موقعی که درخواست اقامت میکنه زیر سن بازنشستگی باشه قاعدتا بله، ولی اگر به نظر میرسه که ایشون تا بیاد یه اقامت 2 سال دیگه باشه به سن بازنشستگی برسه و یا در نزدیک سن بازنشستگی باشه، قاعدتا نه. اگر از مشکل در واقع این باشه که از نظر سنی نتونه کار پیدا کنه، قاعدتا از شرط امرار معاش مستثنا خواهد بود. خب ولی خب الان ایشون اقامت 2 ساله گرفته، سنشون هم 62 ساله، پس میشه 64. بنابراین یه اقامت 2 ساله دیگه میگیره و اون موقع میشه 64 و بعد درخواست که میده بیاد بررسی بشه یا 65 ساله شده و یا در نزدیک 65 ساله است، بنابراین عملا امکان کار کردن وجود نخواهد داشت. 2398 بفرمایید. با سلام و درود خدمت شما و آقای رستمی. قربان شما، بفهمید. یک شخصی که ازدواجی اومده سال 2019-2020 که 2 سال اقامت موقت داشته، 2021 کار داشته و پرمننت تیلستون گرفته. پرمننت تیلستون گرفتن، اوکی. امسال تقاضای پاس سوئدی کرده. این چطوری میشه با اینکه شما میگین 2 سال باید چیز داشته باشه؟ یعنی خود داره مهاجرت بهش گفتن. یه لحظه اجازه بدید، متاسفانه این ارتباط ما از بین رفت. یک لحظه به من اجازه بدید، من ببینم که آیا میتونم با آقای رستمی مجددا چیز بکنم، بتونیم این ارتباط رو مجددا برقرار بکنیم یا خیر. یک لحظه به من اجازه بدید. You're connected to the computer. بذارم ببینم اگه که بشه، وگرنه اینقدر زمان کم مونده که من نه متاسفانه. ببخشید این ارتباط. از خود شما میپرسم، مگه پرمننت اوپتیلستون اقامت دائم نیست؟ پرمننت چه آقا، ارتباط ما برقرار شد. اجازه بدین یه لحظه. آقای رستمی صدای منو دارین؟ آقای رستمی خب خانم بفرمایید سوالتونو. آقای رستمی، یه نفر ازدواجی سال 2019-2020 2 سال اقامت موقت داشته و 2021 کار داشته و
برادر من از اوپتیرستون گرفته و اداره مهاجرت بهش گفته مثلا آپریل 2022 که امسال بوده میتونی تقاضای پاس سوئدی بکنی. پس چطوری شما میفرمایین که باید 2 سال اقامت دائم هم داشته باشی تا بتونی سوئدی بشی؟ یک در این تاریخ ها رو من بگی کی وارد سوئد شدیشون؟ 2019 و 19 آفریل 19 وارد شده و تا 2021 دو سالش گذشته و کار داشته و پرمنت اوپتیلستون گرفته. نه اقامتش چی اقامتی گرفتن بله؟ اولین اقامتی که به ایشون دادن چه اقامتی بوده؟ اقامت دو سال اقامت موقت بوده ازدواجی. بله ازدواج خب بله. بعد 2021 فرمودین که به ایشون پرمننت یعنی اوپتیلستون دادن؟ بله بله. این قانونی که عرض میکنم در تابست در ماه جون 6 اگه جولای 2021 شروع شد. اوکی. ایشون کی اقامت ایشون کی اقامت دائمیشو کسب کرد؟ ایشون چه تاریخی اقامت گرفتن؟ اقامت دائمشون رو چه تاریخی گرفتن؟ 17 آوریل 2021. همون درست قبل اون بله 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 قبل از این قانون جدید این اقامت دائم گرفته درسته. ایشون با یه شهروند سوئدی ازدواج کرده یا خارجی؟ سوئدی. بنابراین ایشون 3 سال از تاریخ ورودش به سوئد میتونه درخواست تابعیت بکنه که میشه در واقع آپریل 22 یعنی الان میتونه درخواست تابعیت کنه. الان در حال حاضرم کار داشته و تقاضا کرده. بسیار سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. قربان شما. آخرین شنونده ما وقت بسیار کم داریم. بفرمایید بر روی خط هستید. الو الو سلام آقای. خواهش می‌کنم بفرمایید وقت بسیار کم داریم. سوالتون رو بفرمایید. بله من یه بعرف آپارتمان بعرف دارم. اینو من وقتی خریدم از نفر اولی که نو خریده بود و هرگز فلیت تا این نکرده بود من خریدم، یعنی اون شخص دو ماه این آپارتمان رو داشته بعد با سود به من فروخته. بالکن من کفش یه سوراخ پیدا شده از پارسال. من با انجمن و با هوسپه تماس گرفتم، هوسپه ساخته هوسپه گفته کار انجمن، انجمن گفته کار هوسپه، بعد آخر سر یه نفر رو فرستاده انجمن و گفته که ما اینو درست میکنیم، بعد دوباره گفته که نه نفر بعدی رو که فرستاده گفته که نه این کار خیلی چیزیه به اصطلاح گروند لیگ، یه اشتباه ساخته و اینو حوصله باید درست بکنه. اینا ارتباط با هم دارن. این وسط من موندم سوراخ‌های این. خب حالا من بعد سوال ببخشید چون وقت بسیار کم. آقای رستمی این در تخصص شما هست یا خیر؟ نه متاسفانه نه. خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. آقای رستمی با عرض پوزش ما باید قطع بکنیم چون چند ثانیه بیشتر وقت نمونده. الان که من به شما زنگ زدم این دفعه بسیار تصویر بهتر شد و اون مشکل رو رفع شد. امیدوار هستم در هفته های آینده مشکل تا اینترنتی نداشته باشیم. سپاسگزارم به خاطر برنامه. خیلی ممنون. قربانش. خواهش میکنم. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده با عرض پوزش که من عجله میکنم، فردا تعطیل رسمی است، ما هم در خدمتتون نیستیم. آرزوی تعطیلات خوبی رو دارم و جمعه برمیگردیم و ساعت 1 بعد از ظهر در کنار شما نازنینان خواهیم بود. تعطیلات بسیار خوبی داشته باشید. دروغه روز دوباره دروغه دیگره